سلام به هم دیگه. جلسه قبل با انواع داده ای به صورت خیلی خلاصه وار و تیتروار آشنا شدیم. این جلسه کجا رفتم؟ این جلسه میخوایم با نوع داده ای نامبر شروع به کار بکنیم. این ترتیب رو من از اینترنت برداشتم، ترتیب تدریسم دقیقا همینطوری نیست. اول به نظرم نامبر ها رو کار کنیم، بعد رشته ها رو، بعد بولین رو. یعنی من خودم دارم این ترتیبی که نوشتم رو هم یک کمی جابجا میکنم. جلسه قبل با هم دیدیم که مثلا وقتی ما میگیم که x مساوی 5، نوع داده ای اینتجر هست و در مورد فلوت یاد گرفتیم که مثلا وقتی بگیم x مساوی 5.0 یا x مساوی 5.5 هر دوتا فلوت هستن. آیا اینها رو میشه به هم تبدیل کرد؟ بله. مثلا اگر شما بیاید از یک تابع تحت عنوان فلوت استفاده کنید، یعنی فلوت رو بنویسید پرانتز باز و بسته و داخلشون x رو قرار بدید، اگر اون x به صورت اینتیجر باشه 5، به همون خروجی 5.0 رو میده. آیا برعکسش هم صادقه؟ بله. مثلا اگر شما 5.0 رو بهش بدید و از تابع int استفاده کنید، یعنی بگید که بیا یه فلوتی رو تبدیل کن به اینتیجر، میاد براتون اون اعشار رو کات میکنه و عدد 5 رو چاپ میکنه. به نظرتون اگر بیایم این یکی مقدار رو داخل تابع اینت بذاریم چه اتفاقی میفته؟ به همون عدد 5 رو میده یا 6 رو میده؟ یعنی به سمت پایین گرد میکنه یا به سمت بالا گرد میکنه؟ خب تست میکنیم و به همون میگه که دوباره عدد 5. یعنی فانکشن اینت یا اینتیجر نمیاد اعداد رو گرد بکنه، بلکه میاد اعداد رو قطع میکنه. حتی اگر شما 5.9 رو هم داشته باشید، اون 9 دهمش رو قطع میکنه و به شما عدد 5 رو میده. در برابر قطع کردن، یعنی اعشار رو کلا برداشتن، ما روند کردن رو هم داریم. یه تابعی داریم تحت عنوان round، میبینید نوشته round پارانتز رو گذاشت. حالا میتونید variable بذارید یا خود عدد رو بذارید و میاد براتون چه کاری انجام میده؟ میاد به نزدیکترین عدد صحیح گردش میکنه. مثلا 5.1 به عدد 5 نزدیکه، پس میاد رندش رو میکنه 5. اما 5.5 به عدد 6 نزدیکتره، پس اگر از اینتجر استفاده کنید میکنه 5، ولی اگر از رند استفاده کنید میکنه 6، میاد گردش میکنه. همچنین شما میتونید تعداد اعشار رو هم مشخص بکنید، یعنی تابع رند به طور طبیعی به ما اینتیجر میده، ولی اگر مثلا بیاد بگید که یک رقم اعشار رو براش دخیل بکن، میاد یک رقم اعشار براتون ایجاد میکنه. مثلا من گفتم 5.551، اگه بخواد تا یک رقم اعشار گرد بشه چه عددی به هم میده؟ یه خب این 51 که به عدد 100 رند میشه، پس یه دونه به این قسمت اضافه میشه، پس میشه جوابش 5.6. میتونید دو رقم اعشار، سه رقم اعشار، هر چند رقمی که بخواید اعشار بگیرید. همچنین ما یه تابع جالب دیگه داریم که یکم این استفاده ازش عجیبتره. این جلسه با هم کار میکنیم. ما یک تابعی داریم توی پایتون که برامون اعداد رندوم تولید میکنه، یعنی خودش مثلا میاد میگه یه بار بهت 1 میدم، یه بار 6 میدم، یه بار 10 میدم، هر عددی که بخواید تو هر رنجی بهتون میده. برای اینکه بتونید ازش استفاده کنید، یک ابزاری داریم بهش میگیم کتابخونه، بعداً آشنا میشید. اول باید ایمپورتش کنید، یعنی واردش کنید به پروژهتون، میگید ایمپورت رندوم، بعد میگید از رندوم که میتونه برامون چیزهای رندوم مختلفی تولید کنه. مثلا شما بهش لیست 100 تا میوه رو بدید، بهتون یه دونه اسم میوه هر دفعه بده. اسم 100 نفر رو بدید، هر دفعه یه اسم بهتون بده. اسم 100 تا کشور رو بدید، هر دفعه بهتون مثلا اسم یک کشور رو بده. ابزارهای مختلفی داره این ابزار رندوم توی پایتون. حالا یکی از متدهاش رند اینت، یعنی برامون یه دونه اینتیجر رندوم تولید میکنه که مثلا من میگم بین 1 تا 10 باشه، یعنی مثلا 1 میده، 5 میده، 6 میده، 10 میده، 7 میده، همینطوری میره جلو. این جلسه میخوایم با این موارد کار بکنیم، پس بریم وارد بحث کد نویسی بشیم. پس با هم یاد گرفتیم دیگه، مثلا اگر من x هم باشه 10، بیام بگم که برام تایپ کنه تایپ x رو بهم میده که اینتیجره، ولی اگر بیام همین x رو اینجا مثلا بگم که باشه فلوت x، چه اتفاقی میفته؟ برام تبدیل میکنم به نوع داده ای فلوت، با این تفاوت که اگر من خود مقدار x رو هم اینجا چاپ میکردم،
قبل از تبدیل کردن به فلوت عدد 10 بود، ولی بعد از تبدیل کردن به فلوت میشه عدد 10.0. نکته ای که هست اینه که بعضی وقتها مثلا ما بعضی از فانکشن ها رو داریم که اعداد فلوت قبول نمی کنن. مثالش همون ابزار رندوم هست که بهتون توی همین جلسه نشون میدم. توی موارد این چنینی مثلا اگر شما 10.0 داشتید، باید مثلا بیاید با اون رو تبدیل کنید به یک اینتیجر. میبینید که مثلا این یه عدد فلوت بوده ولی ما تبدیلش کردیم به اینتیجر. بریم با رند هم کار کنیم، بعدش با رندوم. مثلا من عدد 10.7 رو دارم، میام میگم که پرینت کن برام ایکسو، همچنین بیاد پرینت کنه برام رند ایکسو. چه اتفاقی میفته؟ عدد 10.7 رو به سمت عدد 11 گردش میکنه. ولی اگر بیام از تابع اینت استفاده کنم، میاد اعشارش رو هرچی که باشه قطع میکنه و خود اون بخش صحیحش رو برامون چاپ میکنه. برای این رند من میتونم یه کار دیگه ای که بکنم این باشه که بگم تا چند رقم اعشار گرد کنه. مثلا من دارم 10.12، پس این باشه ایکسم و میگم که بیاد برام پرینت کنه رند ایکسو که میشه عدد 10. ولی اگه بگم تا یک رقم اعشار برام گردش کن، به این صورت میاد میگه 10.1. اگر این بود 18، به سمت بالا گردش میکرد، میشد 10.2. اینم از این قضیه. بریم با رندوم هم کار بکنیم. اول باید بگیم که ایمپورت کنه برامون رندوم رو، چون رندوم به طور پیش از توی پایتون وجود نداره، باید اضافهش بکنید. پس میگم بعد از اینکه خود رندوم رو ایمپورت کرده، بگو مثلا پرینت کن برام random.randint یه عدد بین 1 تا 10. ببینید 2 رو میده 2 رو دوباره میده، 1 میده 3 1 5 5 6 5 9 7. میخوام خود عدد 10 رو هم بگیرم حداقل یه بار، خود عدد 10، یعنی بین 1 تا 10 هر دفعه یه عدد رندوم برامون تولید میکنه. نکته ای که هست، فرض کنید شما یه دونه ایکس دارید، ایکستون باشه 1، یه دونه هم وای دارید یا ایگرگ دارید باشه 10. میایید میگید که بیا بین ایکس و ایگرگ یه عدد رندوم برام جنریت کن. اینم کار جالبی، همون خروجی رو داره بهم میده. مثلا عدد 10 رو دیدید، عدد 1 هم دیدید که توی همین حوالی داره جنریت میشه و به این صورت داره کار میکنه. فرض کنید حالا یک اشتباهی رخ داده و شما توی برنامه‌تون مثلا اومدید گفتید عددتون باشه چقدر؟ 0.1. اگر برنامه رو اجرا کنیم به ارور میخوره. چرا؟ میگه که شما عدد غیر اینتیجر نمیتونید بدید به این فانکشن و باید حتما چک کنید که آیا x اینتیجر هست یا نه. مثلا کاری که میتونستم بکنم چی بود؟ اینجا بیام بگم int و x رو بهش بدم. خب اگر این x رو بندازیم داخل تابع int چه اتفاقی میفته؟ میکنتش 0. حالا بیایید همین y رو هم همین کار رو باش بکنیم، بگیم int y و الان بزنیم، برنامه داره به درستی کار میکنه، با این تفاوت که دیگه نیومده اینجا بنویسه 1/10، بلکه اومده عدد 0 رو قرار داد. حالا من ببینم توی اعداد رندوم هم 0 رو بهم میده یا نه. میبینید 0 هم داره بهم میده. اگر میومدم از تابع مثلا رند استفاده میکردم اینجا و اینجا و این رو هم میذاشتم 9/10، چه اتفاقی میافتاد؟ میومد این x رو به سمت بالا گردش میکرد و دوباره میشد 1 تا عدد 10. یعنی الان شما هر چقدر این برنامه رو رام بکنید دیگه عدد 0 رو بهتون نمیده. تا اینجا کارهای جالبی رو انجام دادیم. من یه دونه تمرین براتون دارم برای جلسه بعد، یه کد چلنج دارم. کد چلنج هم چیه؟ شما بیایید یک برنامه بنویسید که به جای اینکه از عدد 1 تا 10 یه دونه عدد رندوم بهم بده، بین 0 تا 1 یه عدد رندوم بهم بده. یعنی به جای اینکه مثلا جوابش باشه 1 7 مثلا 6، بهم مثلا خروجی بده 65 صدم. خب یعنی حالا با دو رقم اعشار هم باشه جالب، مثلا یه بار بگه 63 صدم، یه بار 65 صدم، یه بار 72 صدم، یه بار 15 صدم. همینطوری
بین 0 تا 1 با دو رقم اعشار بهم اعداد اعشاری بده. این تمرین جلسه بعدتون هست. ممکنه تمرین سختی باشه ولی داریم شروع میکنیم اولین تمرینه. اگر نتونستید حل بکنید هیچ ناراحتی نداره، نه نشون میده که شما آدمی هستید که برنامه نویسی به دردتون نمیخوره، نه نشون میده که تواناییتون کمه، نه اصلا. یه تمرینیه که میخوام وارد چالش بشید. راه حلش هم بهتون حتی میگم، از گوگل استفاده کنید. مثلا توی گوگل بنویسید پایتون مثلا how to generate مثلا random number مثلا between مثلا 0 و 1 همچین چیزی مثلا. خب طرف دقیقا همین سوال رو پرسیده، چطوری یه همچین عددی ایجاد کنیم. همین سایت ها رو مثلا همین استک اوورفلو یه سایت خیلی خوبه، باز کنید ببینید چه پیشنهاداتی دادن. پیشنهاداتشون رو بخونید، سعی کنید حل کنید این سوال رو. جلسه بعد من این سوال رو براتون حل میکنم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، کانال یوتیوبم هم سابسکرایب کنید و آموزش رو به دوستانتون معرفی کنید. تا جلسه بعد فعلا.